درود و وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب‌زاده خوش آمدید. به دنبال بروز تنش میان عطا محمد نور و ارگ پس از چاشت امروز درگیری مقابل فرماندهی پلیس بلخ شکل گرفت. برای ساعت‌های پیهم صدای شلیک‌های سلاح‌های سبک و سنگین شنیده شد، اما تا اکنون مقام‌های محلی بلخ در این مورد به رسانه‌ها جزئیات را نمی‌کنند. همزمان با این محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ با برگزاری نشست اضطراری از حکومت خواست که از راه تفاهم و گفتگو مشکل موجود را حل کرده بر نگرانی مردم پایان دهند. وزارت امور داخله تایید کرده که تایید درگیری مقابل فرماندهی پلیس بلخ یک نیروی قطاعی خاص زخم برداشته و 25 تن از افراد مسلح غیر مسئول دخیل در این رویداد بازداشت شدند. همچنان گزارش های تایید نشده میرساند که 2 تن از نیروهای داخل فرماندهی پلیس بلخ هنگام مقابله با نیروهای قطاعی خاص جان باختند. با وجود مخالفت‌های شدید از سوی عطا محمد نور، فرمانده جدید بلخ 14 ساعت پس از معرفیش وارد ساختمان فرماندهی پلیس این ولایت شد. از چاشت امروز درگیری میان افراد عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و نیروهای ویژه در شهر مزار آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. وزارت امور داخله هشدار می‌دهد که استادگی در برابر تصمیم حکومت پذیرفتنی نیست. پلیس می‌افزاید که 25 تن را در این پیوند بازداشت کردند. علی اصغری جزئیات می‌دهد. تغییر فرمانده پلیس بلخ چهره مزار را نظامی کرده است. رئیس جمهور در جریان همین هفته فرمان داد تا عبدالرقیب مبارز به حیث فرمانده پلیس بلخ معرفی شود. عطا محمد نور با این تصمیم آقای غنی خشمگین شده و مخالفت جدی خودش را اعلام کرد و به همه باشنده های مزار هشدار داد که روز پنجشنبه از خانه هایشان بیرون نشوند. پس از آن شهر مزار چهره نظامی به خودش گرفت و درگیری مسلحانه به گونه دوامدار آغاز شد. گفته می شود در جریان این درگیری آقای کرام سامی فرمانده پیشین پلیس بلخ هم با افراد تحت امرش در داخل فرماندهی پلیس با نیروهای ویژه مقاومت می کند. آقای عبدالرقیب مبارز کمانده امنی جدید بر ولایت بلخ و عازم کماندانی امنیت شده با تیم امرش. معین امنیتی وزارت امور داخله در حساب تویترش نوشته که رئیس جمهور بعد دنبال وضعیت بد امنیتی در بلخ فرمانده پلیس جدیدی برای این ولایت تعیین کرد. او تاکید کرده که امنیت شهر در دست آنهاست و فرمان رئیس جمهوری بدون تاخیر عملی خواهد شد. اما رئیس شورای ولایتی بلخ که ظاهرا از نزدیکان آقای عطانور گفته می شود چنین می گوید. همه پافشاری بری میکنن که باید معرفی شود. ما فکر میکنم که مشکل را نه تنها حل نمیکنه بلکه مشکلات بلخ بیشتر میسازد. نور یک روز پیش از این رویداد گفته است که ارگ از تفاهمی که اخیرا میان آنها صورت گرفته بود تخطی میکنه. اینا بسیار رزالت میکنه. هی صدا شدنش از اینجا صدا میکنم که بس از دیگر رزالت نکنین، مردم مورد اذیت نکنین که ما در این صدا تصمیم میگیریم حتی با قیمت و ارزش جنگ بوده باشه. باشندگان شهر مزار در پی بروز تنش میان ارگ و بلخ در پیوند به معرفی مقام‌های محلی تازه در این ولایت نگران اوضاع هست. مشکلاتی که بین ریاست جمهوری و بین حکومت محلی بلخ به وجود آمده باعث برهم خوردن کاروبار مردم در ولایت بلخ کردید. جناب اشرف غنی، ما از پشت همین ما صدا میکنم که اگر تو میخواهی که رئیس جمهوری مردم به زور باشی، به هیچ عنوان به زور ریاست جمهوری کدن نمیتونی. خزان سال گذشته ارگ اعلام کرد که رئیس جمهور استعفای عطانور را پذیرفته و به جایش فرد دیگری والی بلخ شده است. پس از آن روابط ریاست جمهوری و آقای نور تیره شد. آقای نور اعلام کرد که استعفای او مشروط بوده و با ارگ روی چند مورد توافق دارد. باشندگان بلخ در پی بروز تنش میان ارگ و بلخ در پیوند به معرفی مقام‌های محلی تازه در بلخ نگران اوضاع امنیتی هستند. برخی دکانداران و رانندگان در سطح شهر با انتقاد از بسته شدن دکان‌ها و توقف امور کاری روزانه‌شان می‌گویند مردم نباید قربانی سیاست شوند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ با برکناری اکرم سامی
فرمانده پلیس این ولایت و معرفی عبدالرقیب مبارز به حیث فرمانده جدید بلخ واکنش نشان داده است. آقای نور در صفحه فیسبوکش نوشته ارگ توطئه های تازه را برای برهم زدن آرامش و امنیت مردم روی دست گرفته و در تفاهمی که میان آنها و بلخ صورت گرفته تخطی می کند و برنامه های شومی در قبال مردم ما روی دست دارد. اکنون دوکان‌ها، مراکز تجارتی و ادارات دولتی در ولایت بلخ به فرمان عطا محمد نور بسته است و مردم شهر مزار نگران وضعیت امنیتی در این ولایتند. عطا محمد نور روز گذشته در یک گردهمایی در شهر مزار به حکومت هشدار داد که دست از تغییر و تبدیلی‌ها در بلخ بردارد. حکومت مصروف تغییر و تبدیل است که مزدورا و نوکرای خود بیاره و مردم ها با چفرزانده باقی واقعی مردم دور بکنند. تغییرات آوردن، ناوردن، ناوردن، ما حوصله کردیم. از این بعد ما با هیچ تغییر حوصله نمیکنیم. مزار شریف شهری که در آستانه جشن باستانی نوروز قرار دارد، اما این شهر چهره نظامی به خود گرفته و زندگی مردم با ترس و دلهوره همراه شده. مردم به این باورند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، آقای غنی در صدد گماشتن افراد مورد نظرش در پست‌های کلیدی بلخ است. افراد را جابجا بکنه که به خودش متحد است. یعنی در واقع میخواد بر انتخابات یک تیم بسازه، یک تیم انتخاباتی. و در این تیم کوشش میکنه کسانی را جابجا بکنه که با او نزدیک است. دوکانهای مردم بسته، شهر بسته، مردم بدبخت. آواره یک لغمه نان که کار داره این آقای غنی و بعد این سال کسای دیگه برای مردم جنجال جور کرده می. اما متاسفانه از شب به این طرف وضعیت در کل اضطراری است در ولایت بلخ و نظر به مو خودسری هایی که آقای غنی در ولایت بلخ میخواد ولایت بلخ ناامن بسازه، نارام بسازه. رئیس شورای ولایتی بلخ نیز تاکید دارد که حکومت و مقام های بلخ از طریق تفاهم و مشوره مشکلات موجود را حل کنند. اگر میخواین به خاطر یک کماندان امنیت شهر آتش بزنن، بیاین این کار را بکنن. باورم بری است که خوب است که در کشوری که 40 سال جنگ وجود داشته چی فرق میکنه اگر یک مشوره میشد در این راستا با مشوره بزرگای بلخ مشکل حل میشد خوب بود. در همین حال وزارت امور داخله با نشر اعلامیه وجود افراد مسلح غیر مسئول، افزایش فعالیت باندهای جنایتکار و فعالیت گروه‌های تروریستی را باعث وضعیت نامطلوب امنیتی در بخش‌هایی از ولایت بلخ عنوان نموده که به این اساس تصمیم اتخاذ گردیده تا آقای عبدالرقیب مبارز به جای اکرم سامی فرمانده پلیس بلخ تعیین گردد. یک کارخانه بزرگ مواد مخدر در ولسوالی بکوای ولایت فرات تخریب و سه طالب مسلح کشته شدند. سخنگوی پلیس فرات میگوید کارخانه مواد مخدر و طالبان مسلح در یک عملیات نیروهای ویژه کماندو از بین برده شده است. از سوی هم فرماندهی پلیس فرات در طول یک هفته اخیر از کشته شدن 28 طالب مسلح و زخمی شدن 12 تن دیگر خبر میدهد. محب الله محب سخنگوی پلیس فرات میگوید نیروهای ویژه کماندو در مربوطات بازار ولسوالی بکوای فرات عملیات هوایی و زمینی را اجرا کردند که به گفته وی در نتیجه یک کارخانه بزرگ پروسس مواد مخدر از بین رفته و سه طالب مسلح دیگر نیز زخمی شدند. سخنگوی پلیس فرات در این عملیات از تخریب سه وسایط نقلیه طالبان نیز از خبر می‌دهد. این در حال است که شهروندان فرات نگران محدود شدن کمربند امنیتی فرات نیز هستند و از رئیس جمهور کشور می‌خواهند که بر وعده‌هایش عمل کند و کمربند امنیتی شهر فرات را بزرگتر بسازد. در نتیجه حمله طالبان بر پازگاه روستای انگشکه ولسوالی صیاد سرپل 15 تن از طرف‌ها کشته و یا زخمی شدند. مقام های محلی سرپل میگویند در نتیجه درگیری در این محل که ساعت ها طول کشید سه طالب کشته و پنج طالب دیگر زخمی شدند. این مقام ها جان باختن دو نیروی امنیتی و زخمی شدن پنج نیروی دیگر را نیز تایید میکنند. گروه طالبان شبانگام بر پاسگاه نیروهای امنیتی در روستای انگشکه ولسوالی صیاد سرپل حمله کردند.
و نبرد میان نیروهای امنیتی و مخالفان در این محل از ساعت 1:30 شب تا بامداد دوام یافت. در نتیجه این درگیری 3 طالب کشته و 5 طالب دیگر زخمی شدند. والی سریپل جان باختن 2 نیروی امنیتی با زخمی شدن 5 تن دیگر در این رویداد را تایید می کند. فوت دشمن همچنان 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی دارند و از ما شما همچنان یک پوستر و می خواستن بگیرند در توسط دشمنان افغانستان 2 نفر شهید و 5 نفر زخمی داریم، زخمی های مسطیس. فیلن پوسته با دست دولت است، کدام تغییرات وارد نشده، دشمنان دوزه دخول اجرا کرده و پس فرار کردن و بسیار سنگین تلفات دید. برخی اعضای شورای ولایتی از سریپل وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده دانسته، خواستار توجه جدی حکومت محلی و مرکزی هم. ولیکن در نتیجه تعدادی از افراد دولت کشته و زخمی هستند. روی اصل ما شورای ولایتی نگرانی خود عمیقا ابراز میکنه اگر در صورتی که دولت تصامیم جدی را در ارتباط مناطق سیاد و ساحه‌های خود مرکز و ولسوالی سنجارک عاجل اقدام نکنه، آینده بسیار وخیمی را در قبال داره. والی سریپل میگوید جهت ایجاد هماهنگی یک قطعه واکنشی 100 نفری را در سریپل ایجاد کردند که در حالات اضطرار و یا در واکنش به حملات طالبان وارد عمل خواهند شد. به خاطر که یک قطعه واکنش از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی در رأس قماندان و زون هماهنگی در نظر گرفتند که یک قطعه واکنش ما از ساعت 6 شام الا 6 صبح در میدانچه‌ای که پشت میدان پشت ولایت است ایجا حاضر می باشم. آن ثانیه در کدام سمت و کدام اطراف اکناب ولایت سرپول تحرکات دشمن وجود باشد، آن ثانیه یه حرکت می کنند. در رأسش قماندان امنیه ولایت همچنان موجود است و در طرز دشمن ای قطعات واکنش را ساختیم. روستای انگشکای سیاد سریپل در 5 کیلومتری مرکز ولایت قرار دارد که همواره زیر تهدید طالبان قرار داشته. 5 روز قبل اعضای شورای ولایتی سریپل از کوچ اجباری مردم این روستا از سوی طالبان خبر داده بودند. این در حالی است که شب قبل نیز در یک حمله طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در روستای سلطان غجر مرکز سریپل 6 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. شمار از فعالان مدنی در جوزجان در واکنش به قتل مهسای 6 ساله در کابل تا یک اجتماع اعتراض آمیز خواهان مجازات عاملان این قضیه هستند. آنان به حکومت هشدار میدن اگر به خواستایشان رسیدگی نشود مظاهره خواهند کرد. اینان باشندگان و فعالان مدنی جوزجانند که در واکنش به قتل مهسای 6 ساله دادخواهی میکنند. آنان با سر دادن شعارهای عدالت خواهی از حکومت میخواهند در قسمت به کیفر رساندن عاملان قتل مهسا توجه جدی نمایند. در غیر آن به جاده ها خواهند ریخت و دست به تظاهرات گسترده میزنند. دختر خردسال مهسا نام خدا بیامرز تقریبا 3 روز پیش از نظم کوچه که زندگی میکنن ربوده میشه و بعدا از خانواده از اینا بسیار پول گزاف طلب میشه که خانواده از این همون پول نداره بپردازه. شب انگام شب گذشته 2 جوان ایوان صفت ایره به قتل میرسانند، خفک میکنند و جسدش از زیر یک کلچک میندازند که بسیار جای تاسف است. خب اگر حکومت مرکزی دادگاه عالی افغانستان و دادخواهی ما که ما دادخواهی را راه اندازی کردیم لبیک نگویه، دور بعدی ما دست به راهپیمایی میزنیم. باز اگر راهپیمایی ما نتیجه نداد ما مجبور مکلف هستیم دست به تظاهرات مدنی که قانون اساسی افغانستان اجازه داده بزنیم. باشندگان جوزجان خواهان تامین عدالتند. آنان میگویند عدم مجازات عاملان قضایای جنایی و آدم ربایی ها باعث افزایش چنین رویدادها شده.
پیش روی اولایت ما دادخواهی را انجام دادیم و خاطر قاتل اعدام شدن قاتلین مهسای کوچک ناز که به طور بی‌رحمانه و وحشیانه به قتل رسیده است و آرزوی ما از این دادخواهی و امروز که ما سر سر جمع شدیم چی از طبقه اوناس و ذکر همه با هم دست به دست هم داده آواز یک آواز میدیم که باید قاتلین مهسا باید اعدام گردد. مهسا کودک 6 ساله‌ای که 3 روز قبل توسط آدم ربایان در کابل ربوده شد و در بدل رهاییش پول هنگفته از خانواده وی مطالبه گردید. اما خانواده‌اش قادر نبودند برای رهایی دخترشان پول فراهم کنند. هرچند پلیس کابل 2 تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرد، اما آنان مهسای 6 ساله را خفه کرده بودند که به جرمشان نیز اعتراف می کنند. شما را از کودکان و فعالان مدنی غزنی طی یک گردهمایی خواهان اعدام قاتلان مهسا دختر خردسال که روز پیش توسط آدمربایان ربوده و به شکل فجیع به قتل رسیده شدند. مهسای 6 ساله چند روز قبل در مربوطات حوزه 15 در منطقه پروژه 315 شهر کابل ربوده و سپس او را به قتل رسانیدند که قتل این دختر با واکنش های تند شهروندان مواجه شد. اما در ولایت غزنی شمار از کودکان و فعالان مدنی نیست گردهمایی قتل بیرحمانه این دختر خردسال را محکوم کرده و خواهان اعدام قاتلین شدند. از سوی دیگر فعالان مدنی نیز در این گردهمایی قتل بیرحمانه و وحشی این دختر معصوم را نکوهش کرده و از مسئولان حکومتی خواهان اعدام قاتلین وی در محضر عام شدند تا عبرت برای سایر گروه های اختطافشی شود. دایت مخته در خلق چول را چول سیوی دی او در دغا در پار انصاب پاری سی ورو را دغا قاتلین سی نعادی نیول سیوی دی مثال دست نیست بکی کلی در امنیتی ارگانو طرف نیول سیوی دی اغا باید اعدام سی دغه مهسا کوم کورنۍ سره سره باید عدالت تامین شي. تقاضا دارن از دولت خود که قاتلین مهسا را هر چه زودتر علنی اعدام کنند تا یک عبرت باشه برای دیگران. قاتلین مهسا جان اعدام شوند، چرا که به شکل بسیار فجیعش البته این بیچاره را شهید کردند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیوند به اختطاف و قتل مهسای 6 ساله به نهادهای مربوط دستور داده تا عاملان این رویداد را شدیداً مجازات کنند. اعضای شورای ولایتی و باشندگان بغلان ریاست برق را در توزیع برق متهم به برخورد دوگانه کرده میگویند. روستاهایی که همکار حکومتند برق ندارند و به مناطق برق رسانده می شود که حتی صرفه آن از سوی طالبان جمع‌آوری می‌شود. اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی دوشی بغلان می‌گویند که پایه‌های برق کابل از روستاهای آنان گذشته است، ولی باشندگان این محل در تاریکی مطلق به سر می‌برند، در حالی که ساحت ناامن بغلان که حتی صرفیه برق آن را مخالفان مسلح جمع‌آوری می‌کنند، از همین برق وارداتی مستفید شده است. در جمع‌آوری صرفه برق ما همیشه وقت در پسمانی مواجه هستیم و این پسمانی یکانا چالشی است که همشهری‌ها با ما ایجاد میکنند و خاطر از اینکه نمیتانند همکاریشون به سطح نیست که زمانی که بل برق برشان برسد و همین بل برق خود با وقت زمان برداند کوشش میکنند تا دوره ها از این سپری شد که این سپری شدن دوره ها ایجاد اینمی تو اشاره قتلین مجبور هستیم ما بکنیم. قضاوت کنید که میگم ما پایه میتونم، ما دیگه میتونم، من این میتونم، ولی مشکلی اساسی ما ترانسفرمر است. ترانسفرمر را اگر ما بریم بخریم از کجا بخریم؟ از کدام امکانات بیکاری ما به اینجا جوانای ما در دریا خود غرق کرده. با این حال مسئولان برشنا در بغلان وعده میدهند که برای توزیع برق در دوردست ترین ساحات این ولایت تلاش دارند و ما در عدم پرداخت صرفیه سوی مشتریان آنان با مشکلات زیاد روبرو اند. کاری که با ما مربوط میشه با برشنا میشه ما انجام دادیم، مکتوبایشان را روان کردیم، با برشنا رفته، ای در خریداری است، در تای مراحل میشه، تا که تای مراحل خریداری شود و گیر خواست، وقت میگیرد. مالیات برق توسط مخالفین جمع‌آوری میشه، مخالفین از استفاده میکنند، مردم دوشی همکار است با دولتشان، به شکل رضاکار همکار است. از سوی هم باشندگان بغلان خواهان جلوگیری از زایات و سرقت برق در این ولایتند. استفاده که استفاده جویی میکنه از اون باید جلوگیری شود. در باره از این برق پیدا چرا؟ خیانت دولت از بیدا جان، نقص به دولت نقص.
چون که این ترانسفورمر از فابریکی سمنت بود و همینجا نصب کرده بود و 180 فامیل بلاک‌ها بود این اضافه بار شده تماما خانه‌های ریاشی که زیر بلاک هستند در اطراف بلاک هستند کل شهر اینجا برق داد عالی جدید. آنان میگویند بخش سهمی برق بغلان به گونه قاچاق بدون قید میتر توزیع شده است. ممنونم از همراهیتان با خبرهای این ساعت.